رکورد رو الان زدید. من باید بله از عذر میخوام. بله بفرمایید. درست نه خواهش میکنم. خب دوستان، میدونید که برنامه امروز ما در مورد سال روز جنبش ژنژیان آزادی هستش و با گذشت یک سال از آغاز جنبش ژنژیان آزادی که با خصل حکومتی دختر کرد ژینا امینی آغاز شد، این جنبش همچنان پویایی و استمرار خود را حفظ نموده و اتفاقاتی که در روزهای گذشته افتاد، ملیتاریزه شدن تمامی شهرها چه در کردستان و چه در ایران و اعتصابات گسترده و همچنین بازداشت های گسترده در سرتاسر ایران، این رو نشون میده که این پویایی همچنان وجود داره و در یک سالگی این جنبش، ارزیابی دستاوردهای این جنبش در کنار نقاط ضعف و قوت آن میتونه چشماندازی برای آینده ترسیم نماید. در این راستا آکادمی ژنولوژی با دعوت از مهمانان از فعالین حوزه زنان گفتگویی جهت آنالیز روند یک سال ترتیب داده که با سپاس از همه مهمانانی که در این برنامه شرکت کردند و همچنین در دوستانی که در این گفتگو شرکت می کنند، الان برنامه رو آغاز می کنیم و نخست دوستانی که سخنران هستند رو معرفی می کنم. خانم زمان مسعودی، فعال سیاسی جنبش بین‌المللی زنان که موضوع ایشون دستاوردها، چالشها و نقاط ضعف پیش روی جنبش ژنژیان آزادی هستش. ممنون از شما خانم مسعودی بابت اینکه امروز رو با ما هستید. خواهش میکنم. منم خیلی سپاسگزارم از شما که منو دعوت کردید. ممنون، مرسی. مهمان دوم هم خانم مهتاب محبوب، فمینیست و پژوهشگر مستقل هستند که موضوع ایشون هم چپ ایران و جنبش ژنژیان آزادی و نقش زنان جوان در پیشبرد این جنبش. خانم محبوب، ممنون از شما که امروز رو با ما هستید. فکر کنم خانم محبوب اومده بودن، درسته؟ بله. صدای من هست؟ بله فکر میکنم. بله، منم سلام میکنم، ممنون از دعوت شما. مرسی، ممنون. و خانم نشمین ابراهیمی، اکوفمینیست و محقق حوزه کشاورزی پایدار که ایشون هم موضوعشون هست پیوند میان جنبش ژنژیان آزادی و اکولوژی و مبارزات زیست محیطی. خانم ابراهیمی، ممنون از شما که امروز رو با ما هستید. ممنون و سپاسگزار از شما و آکادمی ژنولوژی برای دعوت. ممنون. خانم اوین زیلان، روزنامه نگار که موضوع ایشون هم اهمیت سازماندهی زنان و نقاط ضعف جنبش زنان در این باره، نقش سازمانیابی زنان به عنوان کاتالیزور و جهت‌دهی مبارزات آزادی و ضرورت رهایی زنان در سده 21 هستش. خانم اوین زیلان، ممنونم از شما که با ما هستید. خیلی ممنون، مرسی از اینکه دعوت فرمودید تو این برنامه و منم تشکر میکنم. فقط فکر کنم موضوع برنامه ما تغییر کرده بود، اگه اونم تصحیح بفرمایید خیلی ممنون میشم. شاید من موضوعی که من در نظر داشتم که در موردش صحبت بکنم جوانب تاریخی و فرهنگی جنبش بود. باشه، ممنون. باشه. جانب باشه. و در آخر هم خانم بهار افرین که ایشون هم عضو آکادمی ژنولوژی هستن خودشون و موضوع ایشون هم نقش جنبش زنان کرد در پیشبرد مبارزات آزادی و تأثیرات بر سایر نقاط و مناطق و همچنین فلسفه شعار ژنژیان آزادی هستش. و اگه دوستان سخنی در ابتدا نداشته باشن، میریم سراغ سخنران نخست برنامه که خانم زمان مسعودی هستن که بفرمایند و سخنرانی خودشون رو بفرمایند. خیلی سپاسگزارم شهلا جان، سلام میکنم به همه دوستان، خیلی ممنونم از دعوتتون، امیدوارم که
بتونم یه نکاتی رو در مورد این جنبش عظیم به اطلاعتون برسونم. در ابتدا چند نکته در مورد ویژگی ها، برجستگی ها و تفاوت اون با شورش های گذشته. در واقع این خیزش که به حال اسامی متفاوتی بهش میگن، بعضیا میگن شورش، بعضیا میگن جنبش، بعضیا میگن انقلاب، به هر حال هر کسی تفسیر خودشو داره در نامگذاری این به هر حال شورش بزرگ. به نظر من این جنبش در روز خاکسپاری جینا امینی از سقز با شعار زن زندگی آزادی یا جین جیان آزادی شروع شد و با سرعت و وسعت بی سابقه ای در واقع که گویا در 140 شهر در ایران همزمان وسعت داشت گسترش پیدا کرد و تفاوتش با جنبش های قبل از اون این بود که اون جنبش ها فقط در شهرهای بزرگ اتفاق می افتادن، در حالی که این جنبش ژینجیان آزادی نه تنها در شهرهای بزرگ بلکه در شهرستان ها و حتی روستاهای متفاوتی هم از در نقاط در واقع دور افتاده هم شروع شده بود. از ویژگی های این جنبش همبستگی وسیعی که از این جنبش شد از طرف گروه های مختلف، طبقات مختلف، ملیت های مختلف که بی سابقه بود. در واقع به نظر من همبستگی خلق کرد با خلق بلوچ و همچنین خلق اهواز، که خلق بلوچ همچنان روزهای جمعه تظاهراتشون رو هم حتی ادامه میدن، خیلی به نظر من شایان بود. این همبستگی وسیع در تاریخ ایران به نظر من بی سابقه بود. پشتیبانی از این در واقع جنبش هنرمندان، موسیقیدانان، هنرپیشگان، ورزشکاران، سازمانها و تشکلهای سیاسی، کارگری خیلی مهم بود. مهمترین نکتش حضور نیروی جوان، به خصوص زنان جوان که در اکثر نقاط هدایت جنبش را هم به عهده گرفته بودند، ویژگی خاصی داشت. این جنبش جنبشی بود انقلابی، در واقع خواهان سرنگونی رژیم بود، هیچ گونه مطالباتی نداشت. جنبشی نبود که به این یا اون خواسته راضی بشه، بلکه ابتدا جنبش سرنگونی بود. یکی از نکاتی که به نظرم میاد باز هم ویژگی داره این بود که در این جنبش هیچ گونه مذهبی حضور نداشت. یعنی در واقع ما وقتی به جنبش های گذشته تاریخ ایران برمیگردیم، از جنبش تنباکو، انقلاب مشروطه، همه جا مذهبیون هم در اون نقش داشتن، ولی در این جنبش هیچ گونه گروه مذهبی نقش نداشت و به هر حال میتونیم بگیم که شاید دلیلش این بود که خود حکومت مذهبی بود. آنچنان شور و شوق انقلابی وسیعی بین جوانان به خصوص زنان جوان به وجود اومده بود که با رقص و پایکوبی روسریاشون رو توی آتیش مینداختن. جوانان توی خیلی از شهرها سنگربندی کرده بودن، خیابونها رو بسته بودن، آتش سوزی میکردن. اینا به هر حال تاثیر بسیار مثبتی در روحیه کسانی داشت که این صحنه ها رو میدیدن و بخشن لذت میبردن. تولید آثار هنری، موزیک، ترانه، سرود، ترانه سرود، فکاهی، حالا ویدیو اینا رو دیگه توضیح نمیدم برای که ویدیو به هر حال قبلا هم وسیعاً بوده. اینا از ویژگی های این جنبش بود که سابقه نداشت.
ما انقلابای دیگه هم داشتیم. من در انقلاب 57 خودم شخصا حضور داشتم. یعنی میخوام بگم که روشنه که نویسندگان، شاعران اون زمان هم بخشن برخوردی به جنبش میکردن، ولی این شکل نبود. شعار نویسی روی دیوارها، شعار نویسی در هر جایی که میتونستن، شعار نویسی های کوچک در بعضی از جاهای خیابون ها یا روی سنگ هایی که تو خیابون بود، و آتش زدن تابلوهای عکس های سران رژیم در اکثر نقاط ایران ویژگی خاصی بود و این باعث شکستن اوتوریتیت این خمینی، حتی علیرغم اینکه مرده بود بازم بهش اهانت میکردن، عکسشو آتیش میزدن و خامنه‌ای ظالم. ببینید، تشکیل هسته های مقاومت در بخش هایی از ایران به خصوص در کردستان، شوراهای محلات هم در تهران، هم کمی میدونم در بعضی نقاط شیراز و به خصوص در کردستان، شوراهای دانشجویی در سراسر دانشگاه های ایران، بیشترین دانشگاه های ایران در این جنبش حضور داشتند و شرکت کردند. تغییر کیفیت شعارها از ابتدا که شعار ژین جیان آزادی شروع شد، کوتاه مدت ما شنیدیم که تو بعضی شهرها رضا شاه روحت شاد میگفتن، منتها به سرعت این جنبش از سلطنت طلبا، از نیروهای راست فاصله گرفت و شعارهاش تبدیل شد به شعارهایی که نه سلطنت نه رهبری، یا اینکه نان کار آزادی، مرگ بر ستمگر، مرگ بر دیکتاتور. دوستان، مراسم خاکسپاری کسانی که به دست این رژیم کشته می شدن. در سابق ما می دونیم جامعه ایران جامعه مسلمان هست، مراسم خاکسپاریشون بیشتر با مراسم مذهبی بود. ما هیچ مراسمی نداشتیم که این کشته شدگان مراسم خاکسپاری و یا یادبود اون به حالت جشن و پایکوبی نشه و مردم شعار ندن، سرود نخونن. همبستگی خانواده های جان باختگان با همدیگر، مادران کشته شدگان به دیدن به همدیگه می رفتن و همدیگر رو دلداری می دادن، دلجویی می کردن و همبستگی با همدیگه می کردن. همبستگی وسیع و پشتیبانی از شعار زن زندگی آزادی و انعکاس وسیع تحولاتی که در ایران اتفاق می افتاد در رسانه های بین المللی هم سابقه نداشت در ارتباط با ایران. این در حالی بود که هنوز همه نیروهای تعیین کننده جامعه به میدان نیامده بودند. دوستان، شما خودتونم می دونید کارگران بخشن تو این شرکت داشتن، ولی نه به صورت متشکل و طبقه، و این به نظرم میاد یکی از ضعف های این جنبش بود که حالا برای اینکه وقت میدونم خیلی زیاد ندارم، دلایلش رو اگر لازم شد بعدا میتونم بخشن حدس میزنم. البته تاثیر ممنوع بودن تشکیلات کارگری و عدم وجود تشکل سراسری کارگران در ایران هم میتونه یکی از این دلیل باشه. حالا به هر حال بعدم در موردش بازم صحبت. فقر و مشکلات اقتصادی در جامعه و خیلی مسائل که حالا نمیپردازم برای که میخوام تیتروار بگم که به همه نکاتی که یادداشت کردم برسم، هنوز افق روشنی برای آینده این جامعه ما نمیبینیم که به هر حال کی، ترجیح میدم نگم کی، بگم کدام سیستم، کدام به هر حال نظریه هدایت جنبش رو به عهده میگیره. اگر من هنوز نمیدونم چقدر وقتم، اگه کوتاه بتونم در مورد اپوزیسیونی که الان حاضر در صحنه هست چند جمله بگم، به هر حال نیروهای چپ و نیروهای پیشرو جامعه خواهان از بین رفتن کل نظام سرمایه‌داری و اجتماعی شدن ثروت جامعه هستند. جناح‌های مختلف بورژوایی ولی اتکا به حمایت امپریالیست ها دارن و آرزوی به قدرت رسیدن و دستر می پرونورن، علی‌رغم اینکه الان ناشی از کارهایی که کردن کمی ضعیف شدن.
اونا در واقع نیروهای بورژوایی از نظر منافع هیچ گونه تضادی با رژیم فاشیستی سرمایه‌داری جمهوری اسلامی ندارد. منافع مردم، یا اگر دقیق تر بخوام بگم منافع کارگران، اونا در نظر نمیگیرند. و در انقلاب 57 در واقع نظام شاهنشاهی سقوط کرد و به جای اون باز هم یک سیستم سرمایه‌داری مذهبی سر کار اومد. دوستان لطف کنید صدای میکروفون هاتون رو قطع کنید که سخنرانان صحبت میکنن، صحبت شما نیاد. علاوه بر این که به هر حال این اشتباهی که در انقلاب 57 شد، البته بخشش میتونه اشتباه بوده باشه، اکثرا نفوذ امپریالیستا و خواستن سرکار آوردن خمینی بود، الان منتها نیروهای دیگه هستن، مثلا جمهوری خواهان سکولار هستن که اونا تنها تفاوتی که با میتونم بگم با اسلامی ها دارن این هست که اونا مذهب رو نمیخوان دخالت بدن توی مثلا حکومت، ولی از نظر سیستم اونا هم طرفدار سیستم سرمایه‌داری هستن. سلطنت طلبا و مشروط خواهان هم که به هر حال روشنه اونا هم همچنان هستن، که حالا به هر حال اینی که کی، حالا رضا پهلوی یا هر کسی دیگه، به حال از نظر خطی اونها هم جناح راست جامعه هستن. البته خطر دزدیده شدن انقلاب مثل سال 57 کمتر شده به خاطری که مردم بسیار آگاه شدن، برای اینکه زنان نقش خیلی خیلی وسیعی در جنبش دارن، در صورتی که اون موقع اصلا اینجوری نبود. مثلا دوستان، من خودم تو جنبش دانشجویی از 21 سالگی توی جنبش دانشجویی خارج از کشور فعال بودم. ما زنا نه تنها اینکه خودمونم زیاد اعتماد به نفس نداشتیم، اطلاعات زیاد نداشتیم، بلکه رفقای مرد هم آگاه نبودن و ما رو تحویل نمی گرفتن و ما بیشتر خدمات به جنبش می دادیم تا همفکری و همکاری، در صورتی که این موضوع به نظر من بخشن الان در جامعه، حداقل در بخش های پیشرفته جامعه حل شده. ما باید مواظب باشیم که همدردی کشورهای امپریالیستی با جنبش زن زندگی آزادی و یا چیدن موهاش فلان نماینده، فلان رئیس جمهور، فلان نمیدونم وزیر امور خارجه، اینا از روی همدلی و همدردی نیست، بلکه اونا خواهان سود و امتیازاتی هستن که با سر کار اومدن هر گروهی به نفع اونا خواهد بود و نه برای مردم یا مبارزی. امروز در ایران مردم با یک دشمن به غایت ارتجاعی سرمایداری روبرو هستند. سرمایداری فاشیستی، رژیمی که تا دندان مسلح است و سازماندهی شده و روبروی مردم ایستاده. استثمار، گرانی، فقر، بیکاری، بحران‌های زیست محیطی و خیلی مسائل دیگه، کارتون خوابی، کودک کار، حالا همه رو دیگه خودتون میدونین اسم نمیبرم، هست. مردم کاملا از این رژیم بریدن و دیگه کوچکترین توهمی ندارن که این حاکمیت هنوز به کاری براشون انجام بده، منتها هنوز به خیابون نمیان، یعنی علارغم اینکه این رژیم رو قبول ندارن ولی برای مبارزاتی که اتفاق میفته میبینیم که در شهرها، مثلا تهران چند میلیون جمعیت داره ولی چند میلیون به خیابون میان، یا شهرهای دیگه. در واقع در جامعه جدالی طبقاتی بین اکثریت مردم زحمتکش، کارگران، ملل تحت ستم، کرد، لور، عرب، ترکمن، آذری، بلوچ، گیلک یا همه، بین کشاورزان، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، کارتون خوابان، کودکان کار و تمام مردم، مدافعین محیط زیست از یک طرف و کارگران که اکثریت مردم جامعه رو تشکیل میدن، منظورم کارگران صنعتی، خدمات آموزشی مثل معلمان، پرستاران، همه اینا هست، و در مقابل یک اقلیتی، این اکثریتی که شبانه روز کار میکنن و ثروت جامعه رو تولید میکنن، و کسانی که یک اقلیتی بیشتر نیستن
با استثمار و بهره کشی جامعه رو استثمار میکنن و سرمایه اونها رو بالا میکشن. و من فکر میکنم که علارغم تمام موفقیت هایی که ما در یک سال گذشته با شعار ژینجیان آزادی داشتیم، از اونجایی که این شعار آلترناتیو ما رو روشن نمیکنه و ما نمیدونیم به هر حال آلترناتیو ما بعد از انقلاب چی خواهد بود، به همین دلیل این هست که باید به هر حال ببینیم که کجای این شعار کمبود داره و چی باید به این شعار اضافه بشه که بتونیم بخش وسیع جامعه و به خصوص کارگران رو به صورت متحد به صحنه بیاریم که کمر رژیم رو بشکنه، مثل زمان انقلاب که کارگران شرکت نفت با یک اعتصاب چند روزه رژیم رو واقعا از پا در آوردن. این درست است که بدون مشارکت زنان و هیچ انقلابی صورت نمیگیره. بدون مشارکت وسیع زنان در کل جامعه. اما رفقا ما به نیمه دیگر جامعه و اونم نیمه متشکل جامعه هم احتیاج داریم که بتونیم این انقلاب مهم رو به ثمر برسونیم. خیلی ممنونم از اینکه به حرفم گوش دادید. ممنون از شما خانم مسعودی. دوستان اگر سوالی دارند در مورد سخنرانی که خانم مسعودی ارائه دادن، لطف کنید سوالاتون رو بفرمایید. کسی که سوال داره میتونه دست بلند کنه و سوالش رو بفرمایید. ظاهرن سوالی نیست. یه سوالی دارم ولی نمیدونم چرا این آیکون دست بالا نمیاد. خیلی ممنون از حرفاتون خانم مسعودی، خیلی مفید بودن. فقط یه سوالی دارم، من همیشه این تو ذهنم مونده که چرا همیشه میگن که انقلاب 57 دزدیده شد؟ چون برای منی که نسل بعد انقلابم، ولی خب دارم جامعه رو نگاه میکنم، خیلی هم مثلا برگشتم، حس میکنم که واقعا انقلاب دزدیده نشد، بلکه تو اون دوره مردم مذهبی بودن و خمینی رو میخواستن. درسته شاید فعالین انقلاب چپی بودن و شاید خواهان خمینی نبودن، ولی اکثریت جامعه واقعا مذهبی به شدت و طرفدار خمینی بودن. و من حس میکنم واقعا این خیلی عظیم مردم ایران باعث شد همون چیزی که بود، خمینی که همون حرفایی هم که میزد سر کار بیاد. یعنی واقعا انقلاب دزدیده نشد از نظر من. حالا شما توضیحی داری مثلا این پارادوکس رو تو ذهن من یکم روشنتر بکنید؟ ربطی به ژنژیان آزادی نداشته باشه، ولی تو خیلی از سخنرانی هایی که مربوط به این انقلاب هم هست دقیقا همین موضوع انقلاب 57 هم برمیگرده، میگن که انقلاب مثلا دزدیده شد. ولی خب یه نگاه به خسارت شناسی انقلاب 57 هم بکنیم، همیشه کمک میکنه که این انقلاب هم چجوری پیش ببریم دیگه. دقیقا، خیلی ممنونم از سوالتون. ببینید، ما باید از اشتباهات گذشته درس بگیریم که اونا رو تکرار نکنیم. کاملا حرفای شما درسته، فقط یک نکته و اون که چپ ها مخالف خمینی بودن. همه چپ ها مخالف خمینی نبودن. من خودم با گروهی کار میکردم که مخالف خمینی نبود، علی رغم اینکه اعضایی داشت یا کسانی بودن توی اون گروه که مخالف خمینی بودن، ولی اکثریت میگفت خمینی ضد امپریالیسته و شاه دست نشانده امریکاست. الان در بحبوحه انقلاب ما باید از خمینی دفاع بکنیم در مقابل امریکا. حتی شما شاید باور نکنید، زنانی که هرگز چادر سرشون نمی‌کردن به خاطر این که نشون بدن که ما مخالف مثلا امریکا هستیم، مخالف شرکت‌های وسایل آرایش سازی در تهران هستیم، همشون چادر سیاه سر کردن در تظاهرات‌های مختلفی که در ایران بود شرکت کردن. در مورد اینکه مردم ایران مذهبی بودن، مردم ایران هم الان هم مذهبی هن. من باید تفاوتی بذاریم بین دخالت مذهب در حکومت و تأثیر مسائل مذهبی در اجرای آنها در زندگی روزمره مردم و مذهبی بودن مردم. البته درست شما میگید، ما ناشی از
40 سال تجربه ای که داشتیم، 40 سال دردهایی که مردم تو ایران کشیدن، دیگه چهره مذهب برای مردم خیلی روشن شده. ولی این به این معنا نیست که خاله من که تو فلان شهر یا فلان روستا نشسته نمازشو نمیخونه یا مذهبی نیست. یک قشر مشخصی از جامعه که مبارزه میکنن، آگاهن، میفهمن، علم را با مسائل خرافی و مذهب مقایسه میکنن، خب با مذهب مخالفن، علی رغم اینکه ماهایی که در اون جامعه مذهبی بزرگیم چیز هست در ذهن ما عمل میکنه. من یه مثالی برای شما میزنم، من بچه فرزندانم الان بزرگ هستن، 40 سالشونه، ولی موقعی که اینا کوچیک بودن، کوچیکتر بودن، ما کارهای خونه رو تقسیم میکردیم. مثلا من به دخترم میگفتم که تو ماش ظرفا رو جمع کن، به پسرم میگفتم تو برو شیر بخر. چرا من این حرف رو میزدم؟ منی که اصلا مدافع حقوق زنان و پرچم خودم کرده بودم. این اون چیزی هست که تو ذهن من حک زده شده به خاطر انجام وظایف زنانه و مردانه. بنابراین اینی که فرهنگ و اون جامعه مذهبی روی ما حتی همچنان تأثیر داره رو نباید فراموش بکنیم. منتها من به شما میگم که وقتی انقلاب، بحبوحه انقلاب و خمینی رو میخواستن از عراق بیرون کنن، کویت قرار شده بود که بپذیرتش، تو این فاصله جلسه ای تو یکی از جزایر کانادا انجام گرفت در جزیره گواندالوپ که سران کشورهای غربی همه در اون شرکت کردند، از جمله آقای هلموت شمید، رئیس صدر اعظم آلمان، مال امریکا، مال فرانسه، و اونجا به این نتیجه رسیدن که الان شاه باید بره و ما تنها امکانی که داریم که بتونیم جامعه رو حفظ کنیم و به نفع خودمون نگه داریم اینه که این جامعه مذهبی است و خمینی هم طرفدار داره، اونو باید بیاریم. و بلافاصله ایر فرانس یه دونه هواپیما فرستاد عراق، آقای خمینی رو سوار کردن، آوردن، نشوندن زیر یک درخت سیب در کنار پاریس، و اونجا انقدر قولهایی داد که همه میگفتن به به، چرا نباید از این حمایت کنیم؟ میگفت مارکسیستا میتونن کار کنن، محدودیتی برای احزاب نیست، زنان از آزادی، میگفت اصلا میگفت ما باید بریم تو مسجد کار خودمون رو انجام بدیم. یعنی من میخوام بگم که انقلاب اینجوری واقعا دزدیده شد رفیق عزیز من. این نیست که فقط آدم دوست داره بگه انقلاب، شاید اگر اینجوری نمیشد یه جوری دیگه سرمایه دارا دوباره اوضاع رو در دست میگرفتن، ولی کشورهای غربی آوردن. یکی از کارهای دلیل این کارها همی بود که نیروهای چپ توی ایران قوی بودن و ما همسایه به اصطلاح سوسیالیستی داشتیم در شمال ایران و آمریکایی‌ها بسیار نگران بودن از اینکه بعد از اینی که شاه بره نیروهای چپ اوضاع رو در دست بگیرن. بنابراین باور کنید که حداقل من تجربه خودم، تجربه اون دوران، روزنامه های اون دوران، توی آلمان من اون موقع زندگی میکردم، وسطش رفتم ایران برای شرکت در انقلاب، و واقعا اینایی که میگم همش مسائل تاریخه. امیدوارم که تونسته باشم توضیحاتی براتون بدم. خیلی ممنونم. فقط یه چیزی الان برای الانی که هستین، دقیقا این موضوع، این که شما گفتین که خمینی میگفت که همه مثلا ضد امپریالیسمه و چپهای ما مثلا به خاطر همین موضوع مثلا طرفدار خمینی بودن، دقیقا الان هم زنهای ما داریم این مشکل رو توی مثلا خیلی از زنامون، حالا اونایی که بیشتر مثلا سلطنت طلب و مرکزگرا هستن، یه جورایی با این شعار جنجیان آزادی هنوز ارتباط برقرار نکردم و الا نمیتونستم مثلا طرفدار فردی مثل مثلا رضای پهلوی باشم و یا طرفدار سیستم های همین مرکزگرایی که شما داری میگین باشن. و ما چطوری میتونیم این نسل رو یکم تغییر بدیم، واقعا برگردن و بفهمن که واقعا اساس جنجیان آزادی کجاست که مثلا هم دقیقا اتفاقی که قبلا افتاده دوباره اتفاق نیفته، و اینکه چقدر باز هم این دولت های امپریالیسم و سرمایه دار میتونن اون تاریخ رو دوباره تکرار کنن تو ایران. سوال خیلی سختیه، برای اینکه به هر حال من بر اساس داده ها میتونم چیزایی بگم ولی پیشگویی نمیتونم بکنم.
ببینید الان ما میدونیم که امریکایا، اروپایا همشون میخوان که جمهوری اسلامی بمونه، برای که براشون آسون تره از هر نظر که جمهوری اسلامی حفظ بشه و به قول خودشون قدم به قدم اگه قرار باشه تغییراتی به وجود بیاد، تغییراتی به وجود دارن، همچنان که یه مدتی هم اون به اصطلاح اون اصولگرایان رو سعی میکردن تضعیف کنند و اینایی که میخواستن به اصطلاح رفرم به وجود بیارن. البته با توجه به مسائلی که اتفاق افتاد در ارتباط با رضای پهلوی، شعارهایی که دادن و واقعا رفتار بسیار زشتی هم که همه جا داشتن، فکر میکنم یه بخشایی از طرفدارانشون، حداقل اونایی که یه کمی آگاه هستن و یه کمی شعور اینو دارن که درک کنن، شاید تغییر کرده باشن. ما وظیفه ما همینه که ما واقعا خیلی به آرامی با طمأنینه علمی مسائل رو طرح کنیم و بگیم، جلسه بذاریم، دعوت کنیم و از همه مهمتر سازماندهی کنیم. مسئله سازماندهی خیلی مهمه. 2 تا 3 تا 10 تا زنی که سازمانی ندارن و نمیتونن همزمان در جاهای مختلف برنامه بذارن، اکسیون بذارن، خب خیلی توان کمتری دارن تا وقتی تشکیلاتی هست در شهرهای مختلف، حالا چه در ایران چه در اینجا. خب ایران خب خیلی سخته. من فکر میکنم الان همین کارهایی که رفقای کرد ما میکنن بسیار ارزشمنده و جلسه میذارن، کنفرانس میذارن، مصاحبات مطبوعاتی میذارن. من فکر میکنم اگه این کار رو خیلی گروه های دیگه هم، البته نه اینکه نمیخوان بکنن، شاید توانش رو نداشته باشن که این کارا رو بکنن و همین دلیل زیاد آسون نیست که مثلا محکوم کنیم بگیم مثلا فلان چرا فلان کس نمیکنه. و ما البته برای پیش برد این مسائل خیلی خیلی کارهای زیادی داریم که الان نمیتونیم بکنیم. ببینید محتوای کتابهای درسی در ایران محتوایی هست ضد زن، ضد انسان، خرافی، مذهبی. خب برای ما الان نمیتونیم دخالتی بکنیم، ولی ما میتونیم قدم به قدم طرح کنیم اینا رو، بخشای از اینا رو طرح کنیم، توضیح بدیم. الان از طریق اینترنت ما خیلی دسترسی داریم به مردم، خیلی دسترسی داریم به زنانی که حرفای ما رو میتونن بشنون، ما میتونیم حرفای اونا رو بشنویم. به هر حال فکر میکنم ما راهی رو که انتخاب کردیم راه درستیه و باید اینو ادامه بدیم دیگه. حالا شماها جوونین، بیشتر امکانش دارین. من امیدوارم که منم یه ذره هنوز بتونم با شما باشم تا مدتی. ممنون از توضیحاتتون. امیدوارم خانم ابراهیمی هم جواب سوالشون رو گرفته باشن. و اگه سوال دیگه ای از خانم مسعود زمان نداشته باشید، میریم سراغ مهمون دوم برنامه که ایشون هم سخنرانی خودش رو ایراد بفرما. خانم مهتاب محبوب، فمینیست و پژوهشگر مستقل، که موضوع ایشان هستش چپ ایران و جنبش ژنژیان آزادی و نقش زنان جوان در پیشبرد این جنبش. خانم محبوب بفرمایید. مرسی. فکر میکنم یه قسمتی از چیزایی که من میخواستم بگم تا حدی گفته شد. سعی میکنم که یکم خلاصه کنم و سریع‌تر. من 2 تا ملاحظه کوتاه. اول اینکه وقتی از چپ استفاده میکنم به عنوان چتری برای همه جریان ها، جنبش ها و حرکت هایی که به دنبال عدالت اجتماعی به طور کلی هستن، منظورم هست از چپ همه جریان هایی که سلسله مراتب طبقاتی، جنسی، جنسیتی، نژادی و ملی رو به چالش میکشن. به اضافه اینکه صرفا روی جریان هایی که داخل ایران هست تمرکز دارم، همونطور که همه میدونیم رژیم ایران فعالان داخل رو به زن کوچکترین ارتباط با خارج، به جاسوسی و دریافت پول و چیزایی از این قبیل متهم میکنه و همین باعث شده که طی این سالها ارتباط ارگانیکی بین داخل و خارج ایران یا شکل نگیره یا خیلی سخت و به هر حال بررسیش خیلی سخته. هرچند که همونطور که خانم مسعودی هم گفتن، حالا به واسطه شبکه‌های اجتماعی و اینترنت خب در واقع داد و ستدهای گفتمانی بیشتر شده. چپ در تبعید هم خب سازوکارهای خودش رو به طور کلی داره. برای چپ خارج اگر بخواد وفادار بمونه به ایده اولیش، این امکان هست که در جنبش‌های دیگه مداخله کنه، از جمله دفاع از پناهجویان، جنبش‌های ضد نژادپرستی،
علیه مداخلات امپریالیستی و میلیتاریستی کشورهای شمال جهانی، که این مبارزات هم خب به نوبه خودشون در پیوند هستن با جنبش شنجیان آزادی. دو، اینکه خیزش انقلابی شنجیان آزادی و من در ادامه جنبش های اعتراضی به رژیم حاکم میبینم، هرچند که وسعتش همونطور که گفته شد و عمقش خیلی جدی و بنیانکن بوده نسبت به جنبش های قبلی که همه کمابیش یا به یه طبقه اجتماعی یا به یه جغرافیای خاصی محدود بودند. و خب در مرکز هیچ کدومشون در واقع مسئله ستم جنسی جنسیتی وجود نداشته. این اعتراضایی که از سال 96 به ویژه ما میبینیم با شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا، داره صدای نارضایتی که جز با رفتن رژیم در واقع رضایتش محقق نمیشه رو بلند میکنه. اعتراضاتی که با آبان 98 ادامه پیدا کرد و از شهریور 1401 با خیزش انقلابی جنجیان آزادی مواجه هستیم. الان ما با یه مبارزه مواجهیم که استراتژیش تغییر نظم جنسی جنسیتی حاکم از یک طرف و مبارزه با ستم ملی اتنیکی از طرف دیگه است. من سعی می‌کنم به مواجهه چپ ایرانی با این دوتا مسئله بپردازم. فکر می‌کنم که به طور کلی اجماعی وجود داره درباره اینکه ما با دو نوع چپ مواجهیم، یکی چپ اون چیزی که بهش میگن محور مقاومتی و یکی اون چیزی که کامران متین با مسامحه بهش میگه چپ اقتصادگرا. کامران متین استاد روابط بین‌الملل دانشگاه ساسکس بهش میگه چپ اقتصادگرا که شامل چپ نو طیفی از گرایش‌های مارکسیستی و سندیکالیستی داخل ایرانه. چپ محور مقاومتی در واقع داره اون فتیش و ضدیت با امپریالیسم آمریکا رو به جای امپریالیسم ستیزی به طور کلی جا میزنه و با کلیدواژه‌های مثل منافع ملی، امنیت، ایران ستیزی، تمامیت ارضی در واقع عاملیت از نیروهای درون ایران برای اعتراض به دولت مستقر سلب میکنه. ما تو گفتمانشون میبینیم که مثلا چقدر با اومدن معلم ها به خیابان مخالفن. یکی نوشته بود که معلم ها خیابان رو مصرف میکنن، انگار خیابان ملک تلق دولت باشه. از منظر این گفتمان هر نوع اعتراض به دولت به اصطلاح امپریالیسم ستیز حاکم بر ایران قدرت دولتی رو در مواجهه با امپریالیسم جهانی که باش مواجهه کاهش میده. من معتقدم که این گفتمان در واقع یک گفتمان ناسیونالیستی راستگرا هست که برای خودش ظاهری ضد امپریالیستی دست و پا کرده و با امپریالیست‌های غیر آمریکایی مثل امپریالیسم خورد ایران و ترکیه در کردستان، در سوریه، در عراق، در یمن کاری نداره. از طرف دیگه چپی داریم که اولویت استراتژیکش مبارزه با ستم ناشی از سرمایه‌داری داخلی در ایران و برای زندگی همراه با منزلت و کرامت. مبارزات کارگری، معلمان، بازنشستگان، بیکاران و دستفروشان رو میشه ذیل این چپ طبقه بندی کرد. اینجا مسئله اصلی ستم طبقاتی و سوژه تغییر کارگر به معنای عامشه. ستم جنسی جنسیتی و ستم ملی اتنیکی توی این مبارزه از اهمیت استراتژیک برخوردار نیست. و خب گفتمان ضد امپریالیستی هم به واسطه استفاده که حکومت ازش میکنه برای این چپ زیاد موضوعیتی نداره. من اینجا سعی می‌کنم نشون بدم که سوژه اصلی این مبارزه در سالهای اخیر نه صرفاً کارگر که به طور سنتی در چپ ایرانی مرد، حالا مرد کارگر صنعتی معمولاً که الان خب به واسطه صنعت زدایی از اقتصاد ایران واقعاً اونم خیلی نشون دادنش سخته، مناسباتی که دارن، مناسبات طبقاتی، ولی استدلال میکنم که نه فقط کارگر حالا به اون معنای سنتیش، بلکه زنهایی هستن که با اعتراضات ویژه خودشون و برساختن چپی فمینیستی هرچند در مقیاس های بسیار کوچک سوژگی خودشون رو در این مبارزه دخیل کردن و اهمیت استراتژیک حضورشون در تقاطع ستم طبقاتی و جنسی جنسیتی به واسطه مبارزهشون نشون داده شده. اینجا کوتاه اشاره میکنم به چند نام و فعالیتشون، ولی واقعا محدود میکنم به اسمایی که شناخته شدن و توی رسانه ها به هر حال میشنویم و نام نمیبرم از گروه ها و افرادی که بردن نامشون
براشون موجب دردسر امنیتی میشه، اما قطعا بدون که اون چیزی که دارم ازش حرف میزنم محدود به این نام ها و این گروه ها نیست. از آنیشا اسداللهی معلم و مترجم شروع میکنم که الان در زندان مترجم سندیکای شرکت واحد بوده و چندین بار در مراسم روز جهانی کارگر و مناسبت های کارگری دیگه دستگیر شده. ندا ناجی که فعال کارگری و حقوق زنانه و در آتش سوزی اوین صدمه دیده بود. سروناز احمدی که مددکار اجتماعی و مترجم کارهای سیلویا فدریچیه و با جمعیت‌های بهاشی رانده شده کودکان کار میکنه. الان سمانه اصغری هم در زندانه که همکار و دوست سروناز. فعالان دیگری در حوزه کودکان از جمله آمنه زمانی هستند که مبارزه با نابرابری و بی‌عدالت‌های اجتماعی و تبعیض در مرکز کارشون قرار داره. عاطفه رنگریز فعال کارگری و حقوق زنان که الان در زندان. لیست طولانیه، من فقط اسمایی گفتم که احتمالا پیش از اینم به گوشتون خورده. این زنان با فعالیت حرفه‌ای و اجتماعی نوشتن، ترجمه، به راه انداختن گفتمانی حول مسئله جنسیت در مبارزه برای عدالت اجتماعی، نوعی از کنشگری فمینیستی چپ رو به اجرا گذاشتن. خیزش انقلابی ژنجیان آزادی اهمیت ستم جنسی جنسیتی نه فقط بر زنان، بلکه بر همه افراد کویر یا هر کسی که خودش رو مرد غیر از مرد سیس و دگر جنسگرا هویت یابی میکنه نشون داد. و برای چپ این به معنی اینه که عملیات های وجود دارن که تا این لحظه نادیده گرفته شدن. با این همه ما در اون منشور 20 تشکل که به نظرم منشورها واقعا مجموعه خیلی خیلی قابل اعتنایی هستن، چیزایی که داخل ایران نوشته میشن، در منشور 20 تشکل و نهاد مستقل صنفی مدنی معلمان، کارگران، زنان، دانشجویان و بازنشستگان میخونیم که جزء خواسته هاشون هست اعلام بلادرنگ برابری کامل حقوق زنان با مردان در تمامی عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و خانوادگی، امها و لغو بی قید و شرط قوانین و فرم های تبعیض‌آمیز علیه تعلقات و گرایش های جنسی و جنسیتی، به رسمیت شناختن جامعه رنگین کمان LGBTQI+، جرم زدایی از همه تعلقات و گرایشات جنسی و پایبندی بدون قید و شرط به تمامی حقوق زنان بر بدن و سرنوشت خود و جلوگیری از اعمال کنترل مردسالارانه. در واقع این مسئله که چپ تا پیش از این تا حد زیادی بهش بی‌اعتنا بوده. نمونه دیگری از این عملیات هایی که میشه در به عنوان نیروی چپ در ایران طبقه بندی کرد، مادران دادخواه هستند که اغلب متعلقن به خانواده های کارگری و به حاشیه رانده شده. مادران دادخواه از دایه شریف مادر رامین حسین پناهی، جوانی که به اتهام عضویت در حزب کمل اعدام شد، گرفته تا محبوب رمضانی مادر پژمان قلی‌پور 18 ساله که با گلوله نیروهای امنیتی در آبان 98 کشته شد، به واسطه طلب عدالت برای فرزندان و دیگر عزیزانشون دور هم جمع شدند و با فعالیتشون به مسئله مادری معنای تماما سیاسی بخشیدند. اونا نه تنها دادخواه فرزندان و عزیزانشون هستن، بلکه صدای آرمانخواهی اونها، برابری خواهی و اعتراضشون به ستم رو هم رسا نگه داشتن. این تا اونجا که به مسئله جنسیت مربوط میشه. به گواه ادبیاتی که وجود داره و موضع‌گیری نیروهای سیاسی تا این لحظه، اونجا که به شدت چپ دربارش غفلت کرده، اهمیت مسئله ستم ملی و سوژگی کنشگران این حوزه برای رهایی جمعیه. یعنی این صرفا سوژه کارگر صنعتی مرد نیست که پتانسیل تغییر رو داره. همچنان مسائلی مثل آموزش به زبان مادری و حق برگزاری مراسم و آیین‌های ویژه هر ملت موضوعی نیست که در گفتمان چپ ایران به اون به تفصیل پرداخته شده باشه. تا حدی میشه تصور کرد که فضای امنیتی و اتهام تجزیه طلبی که به گروه ها و افراد میزنن در این انکار و نپرداختن مؤثرن، ولی ما در فضای صحبت میکنیم که میدونیم ستم ملی در تقاطع با ستم های دیگه دائم در حال گرفتن قربانی، از کولبران در کردستان بگیرین تا سوختبران در بلوچستان. فقط یه نمونه کوچک از در واقع نابرابری در توزیع که به ستم ملی و جغرافیایی فرهنگی مربوط میشه.
درآمد سالانه خانواره که آخرین آماری که براش وجود داره مال سال 98، درآمد سالانه خانوار در تهران هست 110 میلیون تومان، در خراسان شمالی بوده 48 میلیون تومان، در سیستان و بلوچستان نزدیک 49 میلیون تومان و در کرمانشاه که من اونجا به دنیا اومدم 50 میلیون تومان. صد البته که هزینه زندگی هم متفاوته، ولی میتونید تصور کنید که همین چقدر نشون میده توزیع ناعادلانه منابع رو. بدون توجه به سوژگی های فعال در حوزه مبارزه با ستم ملی، نمیتوان جلوی ویرانگری و بینواسازی سرمایه رو هم گرفت، چرا که این حاشیه سازی و دیگری سازی از ملت های ساکن ایران خود یکی از مکانیزم های اصلی سرمایه است، مکانیزمی که از طریق اون به غارت بردن منابع و آتش زدن زیستگاه مردم اصلا ممکن میشه. بدون این دیگری سازی، بدون این حاشیه کردن جغرافیاها، دولت مرکزی باید به این سوال جواب بده که چرا ناگهان این جنگل ها تو این مقیاس وسیع آتش میگیرن در کردستان. خیزش انقلابی ژنجیان آزادی اونچه که در ایران حاشیه در پرانتز دانسته میشد رو به مرکز بدل کرده و مسئله قدرت متمرکز با فرادستی فارس شیعه رو به چالش میکشه. به نظر میرسه که چپ هنوز نتونسته این مبارزه برابری خواهانه رو، منظورم مبارزه برابر خانه ملت تحت ستم هست، به عنوان مبارزه رادیکال و رهایی بخش درک کنه و بهش بپیونده. این چیزی که فکر میکنم خیلی از ما امیدوار بودیم که ببینیم با توجه به در واقع میلیتاریزه کردن خیلی خیلی وسیعی که در کردستان اتفاق میافته، امیدوار بودیم که موضع گیری های بیشتری ببینیم علیه این وضعیت. در داخل ایران از نمونه های متعدد توجه به این مبارزه و پرهیز از یک دست انگاری در جریانی که انتقادی به تحولات ایران می نگره، من می توانم از ابراهیم توفیق جامعه شناس اسم ببرم که وقتی درباره لاقل جنبش ژنجیان آزادی حرف می زنه، به سوژه مشترک به اسم ما تو پرانتز که از تنوع و تکثر ملی، زبانی، فرهنگی، دینی و جنسیتی خالیه ارجاع نمیده، بلکه به نظر میرسه که داره سعی میکنه راهی پیدا کنه که این تکثر رو در واقع بازتاب بده یا لاقل بازشناسایی کنه. در بستر بحران همونطور که گفته شد، این جنبش خیلی بعیده که در واقع به این زودی فروکش کنه. در بستر بحران‌های حل نشده و سرکوب مدام حکومت، اعتراض مردم ناگزیره. این مبارزه اجتماعی به نظر من عرصه برای نیروهای چپه که در برگیرندگی گفتمانشون رو به ویژه با توجه به ستم ملی با نقد بیرحمانه و رادیکال بارها و بارها بسنجن. مرسی. ممنون از شما خانم مهتاب. دوستان اگر سوالی هست در مورد سخنان خانم مهتاب بفرمایید. مثل این که دوستان سوالی ندارن و نه کسی سوالی نداره. ممنون خانم مهتاب. میریم سراغ سخنران بعدی که ایشون خانم نشمین ابراهیمی هستن، اکوفمینیست و محقق حوزه کشاورزی پایدار. موضوع ایشون هم هست پیوند میان جنبش ژنجیان آزادی و اکولوژی و مبارزات زیست محیطی. خانم ابراهیمی بفرمایید، شما سخنرانی خودتون رو ارائه بدید. ممنونم. من اسلاید آماده کردم ولی انگار نمیتونم شیر کنم. خانم ابراهیمی اگر میخواید اسلایدتون رو شیر کنید، من باید شما رو پست کنم، بعد شما احتمالا بتونید. درسته؟ بله فکر میکنم. خب بفرمایید. ممنونم. الان درست شد. سکرین منو میبینین الان؟ بله.
موضوعی که میخواستم سلام عرض میکنم اول خدمت شنوندگان محترم این روم، همونطور که خانم محمدی گفتن، موضوعی که میخوام راجع به صحبت بکنم انقلاب ژنژیان آزادی و رابطش با جنبش های زیست محیطی هستش. فکر میکنم خانم اولین بعدا راجع به فلسفه ژنژیان آزادی به طور مفصل صحبت میکنه، ولی خب من قبل اینکه وارد بحث اکوفمینیست بشم یه ذره باید به مفهوم و فلسفه ژنژیان آزادی بپردازم، چون در واقع اون هم به نظر من یک جنبش اکوفمینیستیه. ژنژیان آزادی همونطور که میبینی از سه واژه ژنژیان آزادی تشکیل شده. ژن در واقع اشاره داره به همون دیگری در مقابل سیستم مردسالار و مرد محور، و میتونه شامل زنان باشه، اقلیت‌های جنسی جنسیتی، ملت‌های تحت ستم و حتی طبیعت که تحت سلطه سیستم مردسالار و کاپیتالیسم زاده دست سیستم مردسالار. از طرف دیگه ما ژیان رو داریم که واقعا نشان دهنده اینه که افراد باید حقوق برابری داشته باشن، امنیت داشته باشن، دسترسی برابر به منابع و تسهیلات داشته باشن و در واقع جامعه برای یه سیستم توسعه پایدار که در اون محیط زیستم حفظ میشه پیش بره. و آخریش که آزادی و نشون میده هر کسی با هر عقیده‌ای و با هر دیدگاهی بتونه به صورت آزادانه در یک جامعه در صلح و آرامش زندگی کنه. عبدالحاج جلال که واقعا ژنژیان آزادی رو هم فرموله کرد در کردستان، میگه که تا زن آزاد نباشه جامعه آزاد نخواهد شد، و در واقع اساس و پایه یک جامعه آزاد رو روی زنان قرار داده. زنانی که میتونن بدن یک جامعه رو بسازن، چون نه تنها از نظر من زنان نصف از جامعه هستن، بلکه به وجود آورنده نصف دیگه جامعه که مردان هستن هستش، و در واقع این زن هست که این قدرت رو داره که فرهنگ و ساختار یک جامعه رو تغییر بده. مفهوم اکوفمینیسم و رابطه اون سال داشتیم؟ نه فکر کنم یکی از دوستان میکروفونش بازه و اگه لطف کنه ببنده ممنون میشه. اکوفمینیسم به جنبش ها و فلسفه های اشاره داره که میان محیط زیست و فمینیسم یک پیوند قوی برقرار میکنه. این جنبش ها بیان کننده سلطه مردان بر زنان و نماینده و تشدید کننده قلبه جامعه بر محیط زیست است، و این دو معضل با یکدیگر در ارتباطند، و روابط جنسیتی پدرسالارانه در یک جامعه زنان رو بیارزش کرده و تحت سلطه درآورده و مورد استثمار قرار میده. از طرف دیگر همین سیستم مردسالارانه با محیط زیست هم به همین نفس برخورد میکنه و از محیط زیست هم به عنوان یک منبعی سوء استفاده میکنه. ولی در دهه 1970 و 80 مفهوم اکوفمینیسم خودش رو بیشتر نشون داد و ما میتونیم اشاره بکنیم به دو جنبش. یکی جنبش تریپکو هستش که در زمان کوههای شمال هند توی و توی اون دولت سعی در قطع درختان اون منطقه رو میکرد در شمال هند و چوب اون رو استفاده میکرد، و زنان که در اون منطقه زندگی میکردن و ارتباط قوی با محیط زیست اونجا، طبیعت اونجا و درختان اونجا داشتن، از این موضوع ناراضی بودن و جنبش هایی رو دفاع کردن که در برابر سیستم کاپیتالیسم اون روز و دولت استثمارگر طبیعت اون روز بایستادن و مقاومت نشون دادن و از بریدن درخت ها جلوگیری کردن. زنان اینجا به صورت خیلی همونطور که توی عکس میبینین درختان رو بغل کردن که بتونن این درختان رو از گزند و آسیب حمایت بکنن، و حتی یکی از زنان هندی سر همین موضوع شهید میشه. جنبش دیگری که در سطح جهانی میتونیم بهش اشاره بکنیم جنبش گرین‌بلت یا همون کمربند سبز آفریقا هستش، که توی اونو همینطور خانم بانداری ماتای که برنده جایزه صلح نوبل هم هستن این جنبش رو به راه انداختن برای
قوی کردن زنان تو جامعه آفریقا و همچنین حفظ محیط زیست در تماس مستقیم با زندگی زنان و هر روزه اونها بود و در واقع در مناطقی که در حال انقراض بود و خیلی از گونه های گیاهی و درختان داشتن از بین می رفتن، این جنبش به راه افتاد از کنیا و به بقیه جاهای آفریقا هم رسید و همراه بود با درختکاری و پلانتیشن. تاریخ مدار فمینیست هم اگر دقت بکنیم برای اولین بار توسط فرانسیس دیبون توی 1974 توی کتاب فمینیست یا مرگش مطرح شد. بعد از اون روزماری رادفورد روترز تو کتاب زن جدید، زمین جدید، ایدولوژی های جنسیت گرایانه و آزادی انسانی به اون اشاره داشت. بعد سوزان گریفین بود توی 1978 که توی کتاب زن و طبیعت به اون پرداخت و همچنین کارولین مارچ‌سنتس در سال 1980 که توی کتاب مرگ طبیعت زنان و اکولوژی به پیوندهای میان زنان و طبیعت و همچنین تسلط سیستم سالارانه بر روی زنان و طبیعت اشاره کردن و مفهوم اکوفمینیست رو به واقع به وجود آوردن. اینا اگراوال توی 2010 4 مفهوم عمده برای اکوفمینیست به وجود آورده. یکی این که به حساب اومدن زنها و طبیعت به حساب بیان و فقط مردها توی جامعه نباشن. دوم این که مردم بیشتر در ارتباط و زنان رو بیشتر مرتبط با محیط زیست و فرهنگ رو یه امری برتر نسبت به محیط زیست میدونستن و به همین خاطر با این دیدگاه باعث شده بودن که سیطره ای رو بر روی هم زنان و هم محیط زیست داشته باشن. نکته سوم، مفهوم سوم برمیگرده به استصحاب زنان و طبیعت به صورت همزمان رخ میده و زنان مسئول توقف سلطه مرد محورانه بر روی زنان و همچنین محیط زیست هستند و اکوفمینیست در صدد ترکیب فمینیست و تفکر اکولوژیکی هستش که به این دلیل هر دو در یک جهت ساختاری و غیر سلسله مراتبی و مساوانه طلبانه پیش میرن. یعنی در واقع با سیستم مردسالار و هرم مردسالار مبارزه میکنن. گروه های مختلف اکوفمینیستی بعدا به وجود اومد ولی به صورت عمده میتونن به سه گروه لیبرال، اکوفمینیست های فرهنگی و اکوفمینیست های سوسیالیستی اشاره بکنن که توی اکوفمینیست های لیبرال زنان اعتقاد داشتن که این مسائل زیست محیطی رو میتونن در داخل ساختارهای خود دولت و ریفرم کردن در واقع و تغییر قوانین عوض بکنن. زنان اکوفمینیست فرهنگی اعتقاد داشتن که مرد سالاری عامل همه این تغییر ظلم و ستم ها به زنان و محیط و در واقع این سیستم مرد سالاری که باید از بین بره و به این اشاره داشتن بیشتر به نزدیکی طبیعت زنانه و خود سیستم طبیعت و اکوسیستم. ولی همیشه یه انتقاد ذاتگرایانه به این اکوفمینیست فرهنگی میشد چون فقط برمیگشتن به بخش ذاتی و ارتباط بین زن و طبیعت تکیه میکردن. بعدها اکوفمینیست سوسیالیست به وجود اومد که خیلی بر روی عدالت اجتماعی و تحلیل شیوایی که در اون مردسالاری و سرمایه‌داری هر دو تونستن بر زنان و طبیعت غالب بشن تمرکز کرده و فعالیت‌های خودشون رو تو این زمینه بیشتر ارائه دادن و در واقع یک ذره در برابر همین انتقادهایی که به ذات‌گرایی اکوفمینیسم شد پاسخگو بودن. اشاره میکنم به جنبش های محیط زیستی که در روشلات کردستان تا کنون اتفاق افتاده. این فعالیت های زیست محیطی که ما اکنون توی کردستان میبینیم با آتش زدن جنگل ها کودکان و زنان و مردان چگونه میرن و طبیعت رو واقعا نجات میدن، اول از همه اینه که من باید بگم کردها واقعا با طبیعت زندگی میکنن و ارتباط مستقیم و روزانه ای با اون دارم و همین باعث شده که همیشه طبیعت برای کردها جایگاه ویژه ای داشته باشه. ولی چرا بعدها این حرکات، این جنبش های محیط زیستی بیشتر فعالتر شد و مخصوصا توی کردستان و توی سالهای اخیرم که میبینی؟ این ریشش برمیگرده واقعا به
اواخر دهه 1980 میلادی و اهداف اساسی این جنبش های حفاظت از محیط زیست توی کردستان به خاطر مقاومت در برابر فعالیت های مخرب نظامی و اقتصادی و توسعه گرانه دولت ایران بود که باعث می شدن که از این طریق و با نابودی طبیعت هم زندگی کردها رو در مخمصه قرار بدن و همینطور در واقع محیط رو خالی از پیشمرگه ها و یا گریلا های کرد بکنن. ما شهیدم توی این راه دادیم، شهیدای زیادی رو، شهید باجو و یارانش که توی آتش سوزی های چند سال پیش مریوان واقعا جانشون از دست دادن. جنبش اکوفمینیستی دیگه که میخوام بهش اشاره بکنم برمیگرده به روژاوای کردستان. همه میدونین یکی از مثالهای بسیار عالی سیستم اکوفمینیستی جهان در حال حاضر و در شما در مقابله با دولت اسلامی این زنها مبارزه کردند و بعدها تونستن واقعا سرزمینشون رو با مشارکت مستقیمشون در همه امور از جنبش های محیط زیستی گرفته، در حفظ محیط زیست، در راهبرد سیاست ها و همچنین اقتصاد روژاوا نقش کاملا مستقیمی همراه با مردان دارن و هم اکنون میبینید که روژاوا شده یکی از مثال های بسیار بی‌نظیر برای این جنبش های اکوفمینیستی و در واقع ضد امپریالیسم و سرمایه داری. جنبش های اکوفمینیسم هم همچنان توی جاهای دیگه ایران هم خیلی اتفاق افتاده. همه این کشاورز، همینطور که میبینیم سیستم کشاورزی ایران 40%ش رو زنان تشکیل میدن و شاید هم خیلی بیشتر، کار کشاورزی و خیلی از کارهای دیگه هم که دارن میکنن. در زنان در واقع در ارتباط مستقیم تری با همه این منابع محیط زیستی از آب گرفته از خاک و کشاورزی قرار دارن و همیشه وقتی این اعتراضات کشاورزان اتفاق افتاده زنان همراه بودن. همچنین زنان سفالگری که در روستاهای دور سیستان و بلوچستان تونستن جنبش های فمینیستی و یا زیست محیطی رو در واقع، حالا شاید مفهوم فمینیست به معنی که الان ما داریم به صورت علمی بهش میپردازیم نه توی کردستان و حتی نه توی ایران اونقدر بهش پرداخته نشده، ولی به صورت تجربی و عملی همه میبینیم که این چیزها اتفاق میفته. حتی زنان خوزستان که در کنار کارون و به اعتصاب نشستن و همچنین زنان روستاهای اصفهان در اعتراض به خوش شدن زاینده رود و زنان آذری و کرد در اعتراض به خوش شدن دریاچه ارومیه و اخیرا هم دیدید که زنان کردستان چطوری همراه با مردم برای اطفای حریق جنگل‌های زاگرس واقعا فعالیت می‌کردند. اما اگر از این بگذریم برمیگردیم به بحران آب و هوایی که همکنون کل جهان درگیرشه و مقصر اصلی هم همین سیستم سرمایه‌داریه و همونطور که میدونیم بیشتر آلودگی ها و از بین رفتن محیط زیست در واقع به خاطر این جهانی شدن و صنعتی شدن جهان و به خصوص به نیمه شمالی کره زمین و یا همون جهان شمالیه. و از طرف دیگه این تغییرات آب و هوایی پیامدهایی رو داره که هم محیط زیست و هم زندگی انسان رو در روی کره زمین به خطر انداخته، مخصوصا در جوامعی که اتفاقا توسعه یافته نیستند و یا در همون قسمت جنوبی جهان. ولی همین بحران های محیط زیستی اخیرا خیلی مطالعات زیادی روش انجام شده که اینها به لحاظ جنسیتی خنثا نیستند و در واقع یک مفهوم اینترسکشنالیتی هم داره، حالا نه تنها جنسیت بلکه اون گروه های به حاشیه رانده شده، اقلیت ها، اندوجینیوس ها، مردم اندوجینیوس و همچنین اتنیک ها و یا ملت های در حاشیه که به لحاظ اقتصادی هم خیلی خوب نیستن و در بین اینها مثلا زنان و بچه ها بیشتر تحت تاثیر تغییرات آب و هوایی قرار می گیرن و بیشتر صدمه می بینن.
و به همین خاطر جنبش های زیست محیطی واقعا از لحاظ جنسیتی خونسا نیست و زنان معمولا چون بیشتر با همونطور که قبلا هم گفتم با منابع طبیعی سر و کار دارن و مسئول تامین غذا، آب و سوخت مخصوصا در جهان جنوبی مثل آفریقا و آسیا هستند، بیشتر در برابر اثرات مخرب زیست محیطی قرار میگیرند. از طرف دیگه قرار گرفتن در برابر همین خشونت ها، قرار گرفتن تحت تاثیر بحران های آب و هوایی، خشونت ها رو تو همین جوامع به حاشیه رانده بر علیه زنان هم بیشتر کرده و همچنین احتمال کمتری هم وجود داره که زنان در بلایای طبیعی بتونن جان سالمی بدن ببرن توی این بحران های آب و هوایی. همه اینها مثال های زیادی داره از سونامی هایی که اومده، همیشه میبینیم که زنان و بچه ها بیشتر این آسیب ها رو میبینن. مفهوم دیگه ای که به لحاظ بحران های آب و هوایی اینجا جا داره بهش اشاره بکنیم، همین عدالت محیط زیستی که در پیوست کامل با عدالت اجتماعیه. یه مفهوم جنبش اجتماعیه که برای رسیدگی به تأثیر ناعادلانه جوامع فقیر و به حاشیه رانده از آسیب های مرتبط با استخراج منابع زباله های خطرناک و سایر کاربرد هایی که روی زمین انجام میشه میپردازه. این جنبش ها اخیرا مورد مطالعه های زیادی قرار گرفته و این الگوها رو نشون دادن بسیار ناعادلانه است و به همین خاطر به یکی از رشته های مهم شاخه علوم اجتماعی که شامل نظریه های محیط زیستی و عدالت و قوانین و سیاست زیست محیطی و همچنین پایایی و رب میده و در حال حاضر یکی از اهداف اصلی سازمان ملل هم هستش که دولت ها رو در واقع به این سمت سوق میده که در کنار توسعه پایدار حتما به عدالت محیط زیستی هم توجه داشته باشن. و اما اینکه زنها همینطور که میدونید هم تغییرات آب و هوایی هم واقعا از لحاظ جنسیتی خونسا نبودن، ولی ما نیاز داریم زنهامون رو توی مسیر توسعه پایدار قرار بدیم که بتونیم اونها رو توانمند بکنیم. یکی از راهکارهایی که میتونیم واقعا پیشنهاد بدیم توانمندسازی زنان در خورد مالکیت هاست، یعنی اونایی که زمین های کوچیکی دارن یا یک سرمایه گذاری کوچیکی دارن یا یک در واقع منبع درآمد کوچیکی دارن، ما اینها رو توانمند بکنیم که بتونن روی همین قسمتی که خودشون دارن مدیریت میکنن بتونن منبع درآمد داشته باشن و روی این گونه از منابع درآمد و زنان سرمایه گذاری بشه. همچنین زنان رو در سیستم رهبریت قرار بدیم، شورای رهبریت، نه تنها اینکه سیستم رو ما برای توانمندی زنها به کار ببریم، بلکه باید این فرصت رو هم به زنان بدیم که رهبریت رو تجربه بکنن و صندوق های سامانه زنان برای اینها نگه داشته بشه که بتونن وام بگیرن و یا هر چیزی که بتونن اون سرمایه های کوچیک خودش رو داشته باشن و بتونن کار کاسبی را بندازن. و همچنین ما باید از لحاظ بهداشتی برای زنان و بچه ها سیستم های بسیار خوبی رو ارائه بدیم که اینها رو که برگزند بیشتری از تغییرات آب و هوایی و سیستم سرمایه داری هستن واقعا از گزند اینها حفاظت بکنیم. خیلی ممنونم. اسلاید آخرم رو با نوشته که روی قبل جینا گذاشتم تموم میکنم. جینا گیان تو نمرید نوات عبه برامز. سپس. ممنون از شما خانم نشوین ابراهیمی، ممنون بابت سخنرانی خوبی که ارائه دادید. دوستان اگر سوالی هست بفرمایید در مورد سخنرانی ایشون. فکر کنم سوالی نیست. فقط من میخوام یک سپاسگزاری داشته باشم برای خانم ابراهیمی و همینطور همه مهمانان، چون وقتی که ما جنبش جان آزادی رو ارزیابی میکنیم خیلی وقتا اصلا به جنبه اکولوژیک زیاد توجه نمیکنیم و یا ارزیابی هایمون در مورد اون خیلی کمه، اما
در این روند یک ساله به نظرم خیلی مهمه که ما توجه کنیم به یکی به مسائل زیست محیطی، چون در نهایت اگر ما یک زمینی نداشته باشیم حتی زندگی و زن هم واقع نمیشه. مهمه که ما به جنبه اکولوژیک برای آینده نه تنها ایران بلکه برای آینده جهان بهش توجه کنیم، در موردش گفتگو کنیم، آلترناتیو ارائه بدیم. و من واقعا سپاسگزارم که یک گفتگوی جامعه بود همه دوستان. فقط خواستم به این نکته اشاره کنم. سپاسگزارم. بفرمایید خانم مسعودی. بخشید، من خیلی از صحبت‌های شما استفاده کردم. فقط می‌خواستم یک نکته رو بگم از تجربه خودم در ارتباط با مسائل زیست محیطی. اولا من